خیلی از پرونده ها بازه، از جمله پرونده آخرین ساخته فیلمسازی که خیلی همون با آثار خوبش خاطره داریم و با خیلی از فیلم هاش هم ممکنه متعجب شده باشیم و نشانه های فیلمساز محبوبمون رو درشون باز نیافته باشیم، ولی به هر حال کیومرث پوراحمد یک بخش مهم از تاریخ سینمای ماست و هنوز خیلی از دوستان و دوستدارانش سوگوارش هستند و با ناباوری به فقدانش و رفتنش نگاه میکنن. من بدون مقدمه میرم سراغ این قصه که آیا این پرونده همچنان در ذهن شما هم باز هست و اصلا چی شد که کیومرث پوراحمد قصهش به اینجا رسید و الان چجور میبینید این مسیر رو؟ اگر فیلمی با کیفیت پرونده باز است بدون نام کیومرث پوراحمد اکران میشد ما شاید بهش نمیپرداختیم، اما خب اسم پوراحمد و بعد اون مرگ تراژیک باعث میشه که الان اکران این فیلم یک حال و هوای و یک مفهوم دیگه داشته باشه. اتفاقا خیلی منتقد بیرحمی بودم نسبت به پوراحمد که خودش اصلا تشویقی به من شاهد یکی دو موردش بودم. من اصلا یادم خودش هم نقدپذیر بود، خیلی نقدپذیر بود. فیلم تیغ و ترمه ساخته شده بود، تو جشنواره هم دیده بودیم. یه بار اومده بود دفتر مجله، در مورد فیلم باش صحبت کردم، بیشتر سکوت میکرد، بعد یه جایی مثلا حالا توضیح میداد، توضیح میکرد. وقتی میخواست بره من تا دم در رفتم باهاش خداحافظی کردم، در رو که بستم دوباره در رو باز کرد. ما همیشه به شوخی همدیگر رو استاد خطاب میکردیم، در رو باز کرد دوباره گفت استاد فیلم منو بکوب حسابی، منو بچلون، بنداز روی بند رخت. الان که نگاه میکنم احساس میکنم که یک جور میخواست خودشو تنبیه کنه به وسیله ما، یعنی میدونست چه کار کرده ولی خب خودش که نمیتونست چیزی بگه، بنابراین انتظار داشت که ما شلاق رو برداریم بکشیم به جونش. ناکامی و ناموفق بودنش در فیلم های اخیر براش محسوس بود؟ من فکر میکنم نه، به اون شکلی که ما بلافاصله به ذهنمون متبادر میشه که این خودآگاهی باید یه عامل بازدارنده هم پشتش باشه. پوراحمد این سالها یک ذهن خیلی کودکانه ای داشتش، یک جاهایی از کوره در میرفت، یه جاهایی به قول مذهبیون شور حسینی میگرفتش و از اون تریبونه یک جوری استفاده میکرد که برای یک تخلیه کردن حالا خیلی واقعی، نه بخواد شواف را بندازه پوزش بده اینجور، نه. و به همین خاطر من فکر میکنم که این سال هم میخواست یه حضور داشته باشه، یعنی یک مقدار انگار نگران بود، واهمه داشت از فید شدن. مرحله مرحله ما یک رشد تکاملی رو در خود اون فردیت پوراحمد میبینیم و اصلا تو حوزه نوشتاری، نقد نویسی، از صفحه خوانندگان و سکوی پرتاب بعدی، همکاری مداومش با مجله فیلم، ببین همه جا در واقع می‌خواستش اون نسبت و اون قرابت و نزدیکی خودش رو با سینما یه جوری ابراز بکنه. چرا باید یه فیلمسازی در حد و اندازه پوراحمد در 70 سالگی نگران محو شدن باشه؟ مثل خیلی از فیلمسازهای حالا قدیمی‌تر، مثل آقای کیمیایی، آقای مهرجویی، آقای بهمن فرمانارا، اون زمینه ارتباطی خودشون رو با جامعه از دست میدن. اون فکر و ایده اولیه شاید بخواد در واقع در یک شرایط درست و سنجیده شده فیلمنامه‌اش نگاشته بشه و خوب پرداخت. من لااقل دارم به همین حضور یکی دو جلسه خودم در فیلم آخرش اشاره میکنم. در این حال که کاربلدی خودش رو نشون میداد برای جمع و جور کردن یک سکانس سخت دادگاهی، ولی اون حوصله لازمه رو نداشت. نه یه جور دیگه میگو خب آقای تمومش کن دیگه بریم دیگه. شاید به این دلیل باشه که فیلمسازهایی مثل کیومرث پوراحمد از قافله این لحن بیان زمانه عقب میمونه. شما موافقین با این؟ خیلی از آدمها کارنامه هاشون توی کشور با ناشی از شرایط اجتماعیه، شرایط فرهنگی، شرایط سیاسیه. گفته میشه که چرا فیلمسازهای ما وقتی سنشون بالا میره فیلماشون اینجوری میشه، کاراشون ضعیف میشه. کلینت ایستوود بعد از 90 سالگی باز فیلم میسازه، اسکورسیزی همینجور. حتی جامعه امریکا همخوانی داره با این جامعه. خب ما همینو دارم میگم که اینجا تفاوتش اینه که این بلا رو سرشون میاره، یعنی
شما ببینید حتی مثلا کوروساوا که توی دهه 1970 خودکشی میکنه، بعدن که میره به مناسبات سینمای جهانی پیونده، تا سن بالا داد نزدیکه مرگش فیلم میسازه و نمونهاش فراوون هستن. بیزایی که گذاشت رفت، کیمیایی همینجور، مهجویی همینجور، فرمانارا همینجور، تقوایی که اصلا تقوایی که 20 سال 22 ساله که اصلا نمیدونیم کجا هست، اصلا نمیدونیم زنده هست یا نیست. واقعا اسمی بریم از کلینت ایستوود، مگه کلینت ایستوود کارهای اخیرش موفق بوده؟ مگه تیم برتون فیلمای اخیرش مگه موفق تو کارهای ذوقی انجام داده؟ هیچ کدوم کارهای موفق نبوده، ولی جایگاه من میگم اگر یه فیلمسازی یه قصه های مجید ساخته، یه شب یلدا، یه اتوبوس شب، یعنی کفایت میکنه دیگه؟ کفایت نمیکنه، ولی جایگاه حداقل نیاد باش تضمین بشه. چرا اینه کاملا یه سریال ساخت به نام سرنخ. شما ببینید این سریال سرنخ کاملا یک ایرانیزه شده، یک فیلم معمایی پلیسی که زمان خودش خیلی آره آقای فروتن کش شد از یک قسمتش. چقدر خوب مثلا یک کارگاه باورپذیر با بازی آقای جانبخش سلطانی، حتی اون لهجه اسپانی سمپاتیک تر میکنین آدمو. خب ببینین، یا اصلا خود قصه های مجید، سفرنامه شیراز، صبح روز بعد، شرط اینا به صورت فیلم های مستقل بعدن در آمدن. یعنی از دل یک مجموعه پر مخاطب بسیار محبوب چند تا فیلمی که چقدر سینما شما توش میبینی، جزئیات میبینی. یه اشکالی که به بعضی از فیلمسازهای نسل پرعمد میگیرن، میگن که اینا به روز نیستن، فیلمای روز رو نمیبینن و نمیدونن تو دنیا چی میگذره. پرعمد اتفاقا خیلی فیلم میدید، مرتب هر شب حداقل یه فیلم میدید، یه قسمت سریال رو میدید. تو که داری میبینی و چرا فیلمات اینجوریه؟ جواب درستی خودش هم نمیتونست بهم میگه، نه من کار خودم میکنم ولی اینجوری شده. بد بود واقعا. یعنی بعضی وقتا خودش هم تردید داشت که کاری که دارم میکنه درسته یا نادرسته. در این حال که این انتقاد پذیری در وجود پوراحمد عزیز بودش، ولی خب این چه فایده وقتی کار انجام شده، فیلمنامه انتخاب تهیه کننده و فیلم ساخته شده. حالا من برای یک مجموعه از منتقدین دوست خودم، حالا این فضا رو قابل که هر چی دل تنگش میخواد بگه، اون موقع اهمیت داره که یک فیلمنامه اومده به من هوشنگ گلمکانی ارائه داده شده که این کار من بکنم. نه اون زمینه پذیرش اگه اونجا اتفاق میافتاد بقیده من، خب میتونست یک تعادل و توازنی در پی بگیره. پورامد هیچ موقع فیلمساز معترض اجتماعی رگ گردنی که نبوده، خانواده رو انتخاب میکرده، از دل خانواده میخواسته برسه به جامعه، به سری معضلات و بحرانهای حالا خانوادگی طبقه متوسط، یا بخواد از طریق به خاطر هانیه یک نوجوان بخواد به اسطوره و اون مفاهیم اقلیمی منطقه‌ای حالا یک بخشی از جنوب کشور به پردازه. بقید من جزو کارهای خوبش هم بودش اینا، ولی چرا همون نوع جنس کار با یه نوجوان در یک نقطه مرکزی و محوری مثل همین پرونده باز است که میخواد حالا قصاص رو از یک زاویه دید متفاوت بهش بپردازه؟ به اون صورت جواب نمیده. یعنی این مرکزیت در یک نقطه تامین پذیر کس بازیگری، یه عاشقانگی که کنار و هم عرض این نوجوان بزهکار هستش، اصلا انتخاب غلطه. میخواد یک جنسی در واقع از این رفتارشناسی بزهکارانه رو در یک جامعه نامنعطف بسیار سلبی شده ببینی که بیاد ببینی که حالا اینجا جایگاه یک نوجوانی برنمایندهش چی هستش. ولی اینقدر این تکثرگرایی در واقع به یک معذرت بخوام، نمیخوام اسم شلخته رو بیارم که حالا از این شاخه به اون شاخه پریدن، یک تدوین خیلی سریع اینا که اصلا فرصت به من بیننده نمیده که من اینجا یک مقدار هی متمرکز بشم با هر سکانس و بین اینا هم یک وحدت و پیوستگی وجود. خب من در جریان بودم که پوراحمد طی 10-15 سال اخیر با مشکل فیلم میساخت. 3-4 تا از فیلمنامه‌های پوراحمد پیش منه، فیلمنامه‌هایی که مینوشت میداد من بخونم و میگفتم نساز. یعنی اینکه شوق کار کردن داشته، شوق فیلم ساختن داشته. همه متفق القول هستن که آخرین فیلم موفق پوراحمد اتوبوس شب بوده. بعد از اون 4 تا فیلم ساخت و
همه ناموفق بودن. دو تا کار با حبیب احمدزاده داشته دیگه. من اتوبوس شبش رو میگم یک رابطه تفاهم‌آمیز بین یک فیلمنامه نویس و یک داستان نویس و کارگردان. اتفاقا فیلم از خود سیاه‌سفید یک جنس متفاوتی از سینمای ضد جنگ ما داریم. ولی همین رابطه همکاری با حبیب احمدزاده اینجا من فکر می‌کنم کلکل لازمه بین یک فیلمنامه نویس و کارگردان اینجا نبوده. کوتاه میاد پورم. سینما یعنی جزئیات. اون هست که حالا این قصه که داری میگی اون حال و هواش، حس و حالش به جون تماشاگر به تأثیر میذاره. نبودن اون جزئیات که سینما یعنی جزئیات توی فیلم‌های اخیر پوراحمد نتیجه چیز بوده، خیلی از این نتیجه تولید بوده، اشکالات تولید بوده. وگرنه به نظر من پوراحمد بیش از اون که قصه‌گوی قهاری باشه توی همین جزئیات بوده که رو ما تأثیر میذاشته. قصه های مجید، قصه هاش که مال مرادی کرمانی بوده، اون چی که ما رو توی سریال به وجد می آورد رو مون تأثیر میذاشت همین جزئیات پوراحمدی بوده. در طی این چند تا فیلم آخرش در جذب سرمایه مشکل داشت، در بخش تولید مشکل داشت و من سر فیلم آخرش در اواسط مهر ماه پارسال که دیدمش گفتم خب فیلم در چهاره، گفت متوقف شد. گفتم یعنی چی متوقف شد؟ گفت بله ما 80% فیلم رو گرفته بودیم، به دلیل اختلاف با تهیه کننده فیلم متوقف شد. و چنان اینو با رضایت داشت میگفت که انگار که خوشحال از این که این اتفاق، یعنی راضی نبود از نتیجه کار، که داشت با یک جور رضایت داشت میگفت که این تعطیل شده. توی کستینگ فیلم هم معلومه که دقت نشده. و من به هر حال چیزهایی که به نقل از کیومرث دارم میگم شنیدم از ناب سامانی در جریان تولید، معلوم بود که میخواد زودتر تموم کنه. الان تهیه کننده ها که خودشون پول نمیذارن که برها. این سینمای ما همینه، اینجوریه نحوه ساخت همینه و فرسوده میشن آدم ها. برای همینه که ما میدیم کیمیایش موضوع اجتماعی مهمیه، ولی به نظر یکم دموده میاد، نمیدونم چرا. اتفاقا قصدم ندارم بدجنسی کنم. موقعیت حاد انسانیه دیگه. بله. یک نوجوانی در معرض اعدامه، خب این خیلی چیزه، ولی این اون جزئیاتو چون نداره. این جزئیات از نوع دیالوگ ها هست، زاویه دوربین هست، انتخاب بازیگرا هست، لوکیشن هست، همه اجزا. اصلا کلا یک نگاه سهلنگارانه آدم داره اصلا میبینه که بتونه به اون لحظات دراماتیک نزدیک بشه و من بیننده رو درگیر بکنه. از همون فیلم های کوتاه پوراحمد که من یه جوونی بودم و اینا، همیشه به موسیقی خیلی این علاقه داشت. بله. و انتخاباتش هم یک جوری به سلیقه من نزدیک بود. یا تو خواهران غریب یک رابطه بسیار بعیده من حرفه‌ای و حساب شده بین یک آهنگساز زنده یاد ناصر چشم‌آذر و خود چقدر قشنگ خود اون تصنیفا هم در واقع یک جوری این رابطه حسی و عاطفی رو هم کم کم در واقع اینقدر میتونه تو خود اصلا مخاطبین، حالا کودک و نوجوان و بزرگسال، زمزمه بشه، خونده بشه و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های زمان خودش. خب چرا یه دفعه به یه بی‌انگیزی میرسه؟ تو این فیلم‌های اخیر آهنگساز آقای یراقچی، خب یک مقداری آقای یراقچی یک ملودی رو انتخاب کنید که باز تداعی کننده همون آثار دوران موفق باشه. فقط انگار یک مسئولیت سلیقه‌ای میشه، تمام میشه میره. کسی که این شناختو داره چرا ول میکنه؟ یا اصلا معتقد نیستین که ول کرده؟ نه، به نظر من هر جا که امکانش بود میرفت سراغ موسیقی قدیمی و اینم بیشتر جنبه نوستالژی داشت به نظر من. فکر میکنید پوراحمد در واقع پایان تراژیک یا دراماتیکی برای خودش طراحی کرد یا نه اصلا اینقدر فکر شده نبوده و این یک نقطه استیصال بوده؟ ما اگه بخوایم به حرف و حدیث ها و روایت های افراد خانواده پوراحمد عزیز بسنده بکنیم، خب کاملا قضیه اصلا همه چیز مشکوک نگاه میشه. اصلا این آدمی نبوده که به پیشواز یک خودزنی بره، یک خودکشی بره. اصلا تا همون لحظات آخر حیاتش نشون میده هنوز انگیزه و اون
شور و شوق لازمه رو داره برای ادامه حیات فرهنگی هنری خودش. ولی خب از یک منظر دیگه، نزدیکترین دوست من تو این جامعه یک خلوتی برای خودش داره که لو نمیده برای حتی اون دوست صمیمه خودشی. اصلا ممکنه یه اتفاقاتی تو اون خلوته بیفته که یه دفعه برای من یه شوک باشه، بعد از به قول معروف یک رخداد تراژیک و این چیزا که تازه بهش مطلع بشم. پور احمد هم چنین در واقع خلوتی داشته در یک شرایط غیر قابل تحملی که روز به روز داره یه سری مسائل تحمیل میشه به یک هنرمند، به یک فرهنگساز، من به یه چیزایی بخوام پناه بیارم برای ادامه حیات خودم. این پناه آوردن ها ممکنه یه آثار تبعاتی داشته باشه که به هر حال یک مقدار عامل بازدارنده باشه برای اون تمرکز. به نظر من هم که پرونده هنوز بازه و خیلی مایلم این یعنی پازل های موجود از این اتفاق رو نمیتونم درست کنار هم دیگه بچینم، یه خلأهایی وجود داره. امیدوارم که اون کسایی که میدونن و مسئول هستن اونها این قضیه رو روشن بکنن، چون علاوه بر این فضای ناامیدی که اصلا در کل جامعه وجود داره، خود این ابهام های این شکلی در مورد آدم های مشهور بیشتر فضا رو و ناامنی ایجاد ناامنی میکنه. متاسفانه توی این سالهای اخیر وضعیتی که ما داریم میبینیم، وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که وجود داره، داره از همین جوونی سینماگرای جوون رو هم تحت فشار قرار میده. برخورد رسمی با سینماگرانی که یه تعهدی دارن، یه دغدغه های جدی دارن و فقط فیلم چند میلیاردی نمیخوان بسازن، سیاست تنبیهه فقط و هشدار کنترلی. خب این همین میشه دیگه. من نمیدونم سعید روستایی مثلا در 65 سالگی به چه شکلی در میاد. پایان تراژیک کیومرث پوراحمد برای جامعه، حالا من به مسئولان کنم، برای جامعه باید یک هشدار بزرگ باشه.